قندهار دیگر به انار و گرمایش شهرت ندارد. قندهار حالا شهری شوم، خوفناک و ناخوشایند و ترسناک شده است. اوج وحشت با ویدیوی به اسارت گرفتن و کشتن یک کمدین به دنیا مخابره شد. بیشه بدون شیر میدانی برای تاخت و تاز دشمنان حکومت شده است. میگویند اموال خانه جنرال رازق را به غارت بردند. جنگ تا پشت دروازه های قندار نه، حالا در درون شهر قندار جریان دارد. خانم ها و آقایان، مهمان این برنامه کاکتوس وکیل قندهار فریبا احمدی کاکر است. وکیل صاحب، به برنامه کاکتوس خیلی خوش آمدید. چی گپاست قندار؟ آخرین وضعیتی که به شما رسیده از قندهار حاکی از چیست؟ در طول در مخ از خپل سلامونه و احترامات تاست او د استاس امکاران تا و همچنان د کاکتوس د پرګرام لیدونکو ته وړاندې کوم که هر څو په داسې حالت کې نه یم چې زه داسې یو تفریحي تقریبا برنامه کې ما ګډون کړی وای، خو بیا هم د هرې لارې چې زه د که د تفریحي د برنامو د لارې او که د سیاسي د اجتماعي د برنامو د لارې څخه یې خو وخت د دې دی چې د یو توربین نه یو توربینه څخه موږ خپل ژغ پورته کړو او خپل د خلکو ژغ پورته کړو تر هغه چې زموږ هم حکومت هم طالبان په یو نوع زموږ ژغ واوري او زموږ د ملت ژغ واوري او سولې ته غاړه کښیږدي. بنان پر دې باندې زه وایم چې کندهار استاسې خبره چې تاسې وکړه هغه کندهار چې د افغانستان زړه او ټول افغانستان په نازیده د قندو اهار و او هغه ولایت و چې د افتخار ولایت و. نن واقعا خلک یې ډېر په بد حالت کې دي او نن ورځ دغه لحظه چې زه ستاسو سره یمه په قندهار کې سخت نهایت جنگ شروع دی او د قندهار د نن ښار ته طالبان راغلی دي. په ډېر سخت حالت کې خلک اوسیږي، خلک بې ځایه دي. د یوه خوا ګرمي ده، د یوه خوا جنگ دی او د بلې خوا هم د کورونایي حالت دی. ماشومان مو د سرو لمرو شاته د جنگ په حالت کې اوسیږي. نو بنان ډېر متاثره. والی قندهار همین چند روز پیش به صراحت گفت که اگر طالب بتانه که وارد قندهار شود، وارد شهر قندهار شود، من خدا دار میزنم. آخرین خبر امروز، امروزی که شما این برنامه رو مشاهده میکنید بیننده های عزیز، چهارشنبه هست. ما این برنامه‌ای که پنجشنبه شب نشر میشه و شما میبینید روز چهارشنبه ضبط شده. همین امروز خبر رسید که طالب یکی از مناطق شهر قندهار کنترل اون منطقه را به دست گرفته. چی وقت دار میزنن والی صاحب؟ خدا نکنه. والی ما والی یک والی پر افتخار افغانستان است. اولش که قبل از وکالت در خدمت مردم بود، بعد از او هم که وکیل شد، دومش که امطور که نامش از خانزاده است، خانزاده است، ما سرش افتخار میکنیم. خب خدا نکنه که تر یک روز بیای که والی مشکل پس دست. در کجاست؟ بیکفایتی کی؟ چی؟ چرا؟ چرا قندهار جوی خون وار جاریست در قندهار؟ اسپین بولدک را شما شاهد بودید، خبرهایی که به گوش ما رسید از نسل کشی صحبت میشد در اسپین بولدک در. و بعد حالا میگفتن تا نزدیکی های شهر قندهار شاید بیاید طالب، اما وارد شهر نخواهد شد. حالایی که در خود شهر قندهار اوضاع وخیم هست و ناامن است، بله. مشکل در کجاست وکیل صاحب؟ شما میفهمین که قندهار یکی از مرزی ترین نقطه افغانستان است. مرز داره با پاکستان، مرز مستقیم با پاکستان، در ساحه بسیار کم در خط پاکستان مرز داره. بله. دیگه شاید باعث اینمی باشه که مرزا در دست پاکستان است و روحیه پلیس بسیار روحیه دیر یعنی پتنگ سویده. چرا روحیه پلیس ضعیف است؟ ځکه چې دی ته آماده نه وه چې ځواکونه به داسې په عجولانه ډول ووځي او دفتن به میدان پولیس ته ورپاته سي. د دوی روحیه یې ضعیفه کړې ده
او تاس پیږي چې دا جنگ زموږ ستاس خپل جنگ نه دی، بهرنی خلک په دې کې مستقیما لاس لري. نیروهای خارجی غافلگیرانه خارج نشدند. نیروهای خارجی امشب نگفتند فردا صبح خارج شوند. نیروهای خارجی مدت‌ها پیش اعلام کرده بودند. از دولت آقای ترامپ واضح بود که در چه زمانی نیروهای خارجی افغانستان را ترک خواهند کرد. حالا که حکومت آقای بایدن هست، مشکل در کجا بوده وکیل صاحب؟ باور نمی‌شد. درست است که اونا مدت کم پیش گفتند که خارج میشن. یعنی به 20 سال که آمده بودن، حداقل 5 سال پیش باید میگفتن که خارج میشن، ولی به بسیار زودی خارج شدن. 6 ماه را در بر نگرفت اینا خارج شدن، ولی روحیه پلیس ما اینقدر آماده نبود، باورم سر زیگپ نمیشد. من خودم من حیث یک وکیل تا روزی که عملا دیدم که خارج شدن ما باور کردم. ما تا او وقت اینقدر باور نمیکردم که خارجی‌ها به این زودی و به این آسانی برن. پس کشوری به نام افغانستان بدون حضور نیروهای خارجی به یک کشور نه، بلکه به یک میدان جنگ میمانه دیگه. تمام. خب شما میفهمین که افغانستان یک کشور غنی است. منظورتان از آقای اشرف غنی است؟ نه خیلی. منظورم از کشورم است که سرش افتخارم میکنم و بسیار سر برش جگرخونم هستم. بعضی وقتا حتی میگم که کاش که افغانستان اقدر غنی نمی بودی که چشم همه به خودت دوخته می بود و تو را در این حالت زخمی می ساخت. خودتان فکر کنین، مطل است در بین ما و شما که میگن هر درخت که میوهش بسیار شیرین است، سنگ بیشتر میخوره. افغانستان مثل یک درخت میوه شیرین سنگ است که میخوره تکه تکه شد جانش. نه، ما قبول ندارم. من فکر میکنم وکیل صاحب بیایم از این موضوعات بگذاریم که ما در نقطه جغرافیایی نه فهمم استراتژیکی وجود داره و قرار داریم و هر کسی که کنترل این کشور را بگیره بر ایران نه فهم خاورمیانه حاکم میشه و ما منابع زیرزمینی غنی داریم و ملا عبدالغنی برادر داریم و اشرف غنی برادر داریم و از این موضوعات بگذاریم. من میگم که در جایی بیکفایتی وجود داره و این بیکفایتی باعث هرج و مرج و برهم ریختن و چور و چپاول و آدم کشی و قتل عام میشه. چیزی از این بیشتر نیست دیگه. کشورهای زیادی هستن که غنی تر از ما هستن. پدی که زم شک نلرم، پدی که خلقم شک نلری، چی بیکفایتی خوسته، اما ناجوانی همسته. ناجوانی کی؟ ناجوانی همسایه، ناجوانی مملکت‌های خارجی. چرا ما باید به جوانی آنها چیز کنیم، منتظر باشیم که آنها جوانی کنند؟ خود ما کجای از این داستان قرار داریم؟ ما تست دادم بخویل چوک چی شل کال را زی دلتا او پشپش میاشت که زی دان از جوانی ده. با تمام احترام به شما اجازه بدید من نپذیرم این ناجوانی رو. شما اگر بپذیرین، اگر نپذیرین این ناجوانی شده. ناجوانی است. بسیار خوب. حتی افغانستان ناجوانی روان است. افغانستان هر کس قط سنگ به خاطر نفع خود میزنه. اگر شما بپذیرین، اگر نپذیرین شعار من نیست. نه، من میگم بسیار معذرت میخوایم. با احترام به تمام کسانی که در سیاست افغانستان دخیل هستن، ما بی کفایت هستیم که کسی جرأت میکنه و سوی ما سنگ بندازه. خب این بحث است. وکیل صاحب، در قندهار تنها در میان نیروهای طالب افغان ها حضور دارن یا خارجی ها هم هستند؟ مشتد اجتماعی صفحات تخوینو او ځینی وخت وزارت دفاع صفحات او ځینی وخت امنیت ملی صفحات مجوینو پاره کې ډیر خلک پاکستانی است. لکه تاسو چې پرون شاید لیدلی چې د کرنل په نامه یو څوک چې هغه مطلق پاکستانی وو د افغانستان په جګړه کې وشتل سو، تاسو وینئ چې د پاکستان د مرز څخه مصالح خلک را اوري. څوک به یو څوک درواغ وایي؟